گفتگوهای نخستین پیرامون نشست سوم دوحه درباره افغانستان آغاز شده است. روزا اتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در سفری به ایران با وزیر خارجه و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در کنار مسائل دیگر درباره نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان گفتگو کرده است. نماینده ویژه ایران برای افغانستان در این دیدار بر نقش سازمان ملل متحد در ایجاد نظم عادلانه سیاسی و تعامل سازنده افغانستان با کشورهای منطقه در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. اگر سازمان ملل متحد بخواهد در نشست دوحه که داینده های نزدیک است میتونن اونا بسیار رول مهم حیاتی را بازی بکنن و ما شاهد باشیم که در افغانستان یک نظام قوی را ایجاد شود، البته توسط مردم افغانستان. همزمان با این سرپرست وزارت خارجه در دیدار با سفیر ژاپن برای افغانستان نشست آینده دوحه پیرامون افغانستان را مهم خوانده، اما گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان را غیر ضروری دانسته است. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوحې ناستې په اړه مثبت نظر لري او د خاص استازي ګمارنه بیا اړتیا چاره بولي. متقی صاحب وویل د نویو میکانیزمونو پر ځای په کار دي چې د شته دو اړخیزو میکانیزمونو له لارې د افغان حکومت سره پر ټولو اړوندو مسایلو خبرې اترې وشي. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که اگر جهان و امارت اسلامی در برخی از مسائل به خواستهای همدیگر تمکین کنند، این گونه نشست ها پیرامون افغانستان نتیجه بخش خواهد بود. امارت اسلامی افغانستان هم بتانه حداقل خواسته های مشروع مردم افغانستان و خواسته های بر حق جامعه جهانی را بپذیره و از طرف دیگه بعض ضروریات و نیازمندی هایی که امارت اسلامی افغانستان در قبال مسائل ملی دارن اینا را ملل متحد با اینا همکاری بکنه. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد به روزهای 18 و 19 فوریه سال جاری میلادی میزبان نشست پیرامون اوضاع افغانستان با شرکت نمایندگان ویژه بیش از 25 کشور جهان بود. در این نشست نمایندگان جامعه مدنی و بانوان نیز حضور داشتند، اما امارت اسلامی در نشست دوم دوحه از بهر عدم دسترسی به جزئیات این نشست از شرکت در آن خودداری کرده بود.